بسم الله الرحمن الرحیم با حلول ماه جمادی اول اول زنها و یادها به نام بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه کبرا علیه سلام و همچنین دختر برومندش حضرت زینب کبرا علیها سلام که در اوائل این ماه تولد اون شیرزن حادثه کربلا و به همین مناسبت هم روز میلادش روز افتخار همه پرستاران کشور هست و ما امسال باید با احترامی ویژه به این قشری که جان خودشون رو در کف گذاشتند برای سلامت مردم در کنار پزشکان در کنار متخصصان و افتخار بزرگی رو در یک مقطع حساس تاریخی برای بهداشت کشور و سلامت کشور به وجود آوردند ما همه از تلاش پرستاران و پزشکان و کلیه کادر درمان از پایان بهمن پارسال تا امروز که بیش از ده ماه از زحمات شبان روزی و ایثار این عزیزان گذشته است تلاش اونها رو پاس می‌داریم مردم ما پاسخ بسیار روشن و سریحی در عمل دادند به کادر درمان به غیر از اینکه با زبان هم همیشه تجلیل کردند و قدردان بودند و اون اینکه در هفته‌های گذشته با تلاش و کوشش مردم و با اجرای دقیق پروتکل ها تونستند کاری بکنند که همه منحنی های موج سوم رو در برابر هماهنگی و تلاش مردم و کادر درمان این منحنی ها رو به تواضع و کرنش وادار کنند و به حمد ما در شنبه شاهد اون بودیم که همه منحنی هایی که نشون میده وضع بیماری رو در همه استان ها همه سر فرود آورده بودند و مسیر کاهشی رو آغاز کرده بودند از صد و شست مرکز قرمز کشور و شهرستان های قرمز فقط دوازده شهرستان باقی مانده بود که انشالله اون هم به زودی تمام خواهد شد و این کار بزرگی بود که مردم ما در موج سوم انجام دادند در کنار کادر درمان و انشالله امیدواریم مردم ما کاری بکنند که در دوران فصل زمستان شاهد موج تازه ای نباشیم همه تلاش و کوشش ما برای اینکه در داخل واکسن این بیماری تولید بشه انشاءالله و واکسنی که در دنیا هست ولو اینکه هنوز واکسنی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته اما در این حال همین واکسن های نیمه کاره هم باز دنبال اون هستیم که اونها رو خریداری بکنیم به موقع وارد کشور بشه و انشاءالله مردم بتونند در ماهای آینده و یا اگر طولانی شد در ماهای آینده سال جدید یک شرایط بهتری برای فعالیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خودشون داشته باشند از طرف دیگر 27 هفتم آذر ماه ضمن اینکه روز وحدت حوزه و دانشگاه است و این دو نهاد برای ما بسیار مهم وحدت این دو نهاد نزدیکی این دو نهاد همکاری اینها و به حمد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این غرابت، نزدیکی ها و همکاری ها بیشتر شده برای ما ارزشمنده زمنان به سفت آذر روز جهان آری از خشونت و افتاتیگری است یکی از افتخارات مهم جمهوری اسلامی ایران که کمتر از او یاد میشه ما دو روز در تقویممون داریم که بسیار های اهمیت یکی بیست و سوم تیر ماه به نام روز تعامل و گفتگو با جهان و یک روز هم روز آری از خشونت و افراتیگری و اون بیسته هفتم آزر ماه هست و این جزو نکات تاریخی ما در تاریخ دیپلماسی ما هست که در سال 92 در سخنرانی هم در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کردم سال رو به عنوان سال جهان آری از خشونت و افراطیگری و این پیشنهاد رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد و این یکی از نکات درخشان فعالیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران البته ایران تنها با شعار مخالف افراطیگری و خشونت نیست در عمل هم همه توان خودش و تلاش خودش رو برای افراطیگری و خشونت و تروریسم در منطقه به کار برده و اساسا مردم ایران هم در سال 92 و هم در سال 96 اساسا به اعتدال رأی دادند و این رأی قاطع مردم ایران همان است که مردم مسیر اعتدال مسیر اخلاق مسیر رحمانیت رو انتخاب کردند و با هر گونه افراد و خشونت مخالف هستند خب ما در یک شرایطی هستیم که هم در جنگ اقتصادی هستیم و هم کرونا و فشارهای فراوانی رو بر زندگی مردم و اقتصاد کشور وارد کرد واقعیت اینه که در محضر مردم عزیز باید عرض کنم خود ما در دولت باور نمی کردیم که بتوانیم در شرایط کرونا و جنگ اقتصادی در سال 99 به رشد مثبت اقتصادی برسیم همه پیشبینی ها در ابتدای سال این بود که امسال رشد ما حتما منفی است بعضی از سازمان های جهانی برای ایران رشد منفی پنج درصد رو پیش بینی کرده بودند خود ما هم در محاسبات اولیه ماه اولیه سال تقریبا می گفتیم اگر به همین روند باشه رشد ما مثبت نخواهد بود ولذا در سه ماهه اول رشد ما منفی بود اما در سه ماهه دوم کار بزرگی رو کشاورزان، صنعتگران همه اونهایی که در خدمات دارن فعالیت میکنن مردم عزیز ما و مدیران ما بسیار افتخار آفرین بود آماری که بانک مرکزی در همین روزهای اخیر اعلام کرد که ما در سه ماهه دوم رشد ما مثبت بوده هم با نفت و هم بی نفت و کاری کرده سه ماهه دوم که شش ماهه را هم مثبت کرده یعنی آمار شش ماهه اول امسال ما هم هم با نفت هم بی نفت مثبت هست و این بسیار ارزشمنده در سه ماهه دوم امسال با نفت پنج ممیز یک دهم ده مثبت بوده رشد ما در سه ماهه دوم بدون نفت سه ممیز دو دهم ده مثبت بوده و در کل شش ماهه اگر ما محاسبه بکنیم رشد ما با نفت یک و سه دهم ده و رشد ما بدون نفت یک و چهار دهم بوده و این بسیار مهمه من باید تشکر کنم از کشاورزان که بخش کشاورزی ما چهار ممیز چهار دهم ده مثبت بوده و این بسیار ارزشمنده صنایع و معادن ما که در صنعت و در معادن رشد ما قابل ملاحظه است این روزها در نوزده بخش تولیدی صنعتی ما رشد حدود 20 درصد 21 درصد در هشت ماهه امسال نسبت به پارسال داریم در فولاد ما رشد 8 درصدی داریم در مس رشد 7 درصدی داریم حالا آلومینیوم که رشد ما 52 درصدی است این بسیار ارزشمند این حرکتی که ما امروز در کشور می‌بینیم در بخش صنعت در بخش کشاورزی خب در بخش کشاورزی شما میدونید در این دولت کار بزرگی انجام گرفته ما خرید گندم ما در دولت نسبت به دولت قبل بیش از صد درصد هست و این نشان اینه که رشد تولید چقدر بالا رفته در بعضی از محصولات مواد غذایی رشد تولید ما بسیار ارزشمند بوده ما در سال 92 برنجی که تولید میشده در کشور یک میلیون تن بوده و امسال این رقم دو و میلیون تن هست بنابراین یک رشد بزرگی رو ما امروز در بخش صنعت در بخش کشاورزی شاهدیم حتی در نفت که تمام فشارها این بود که نفت ما رو به زمین بزنن نفت ما یک حرکتی کرد و در شش ماهه اول امسال رشد نفت مثبت البته خب هشت دهمه ده ولی رشد مثبت فقط در بخش خدمات هست که اون هم امیدواریم میشالله با یک حرکتی در بخش خدمات هم خب البته به بخش خدمات صدمه زیادی وارد شد من در اینجا در این بخش حرکت اقتصادی مردم که بسیار افتخارآمیزه یعنی مردم ما در مقاومتشون ایستادگیشون در برابر دشمنانشون و در تولید که سال جهش تولید بود به حق این شعار رو محقق کردند ما میبینیم در هر هفته در پنج شنبه ها البته روزهای دیگر هم افتتاح داریم نشون داده میشه که با همه توان دنبال جهش تولید در کشور همه بخش های دولتی غیر دولتی بخش خصوصی ما همه اینها دارن تلاش میکنن ورزشمنده و من در اینجا باید در بخش اقتصادی یک تشکر ویژه بکنم از حمل و نقل که امروز روز حمل و نقل هم هست و این حمل و نقل بسیار ارزشمند و امسال در شرایط کرونا حتی در ماهای اولیه حتی در اسفند در فروردین که شرایط ما بسیار سخت بود کامیونداران ما بخش حمل و نقل ما ریل ما همه با همه وجود آمدند برای کشور تلاش کردند نذاشتند باری در سامانه ها باقی بمونه در بنادر باقی بمونه روی کشتی باقی بمونه اگر مقایسه کنیم ما حمل و نقل ریلی رو در هشت ماهه اول امسال نسبت به پارسال حمل و نقل کامیون هفت درصد و حمل و نقل ریل هشت درصد افزایش داشته این نشون میده که حتی در شرایط کرونا کامیونداران عزیز ما همه اونهایی که در حمل و نقل نقش دارند کار بسیار ارزشمندی کردند ما تواضع میکنیم در برابر این عزیزانی که در سرما در گرما هزارها کیلومتر شب روز مسیرها رو طی کنند برای اینکه کالا رو به دست مردم برسانند البته دولت در طول این هفت سال و چند ماه کار بزرگی رو در بخش حمل و نقل انجام داده مردم ما شاهدند و میدونند در ریل ما 1829 کیلومتر به ریل کشور اضافه کردیم این ریل کشور از 9200 کیلومتر امروز 1800 کیلومتر اضافه شده و قولی که وزیر راه به ما داده اینی که تا پایان دولت ریل ما به چارده هزار کیلومتر برسه به این بسیار ارزشمند که پنجاه درصد خطوط ریلی ما افزایش پیدا بکنه برای کشور ما در طول این مدتی که در دوره تحریم و جنگ اقتصادی هم بودیم البته در زمینه راه و فرودگاه و بنادر و همه اینا حرکت های بسیار خوبی شده در ظرفیت بنادر ما 36 درصد ظرفیت ما افسوده شده در مسیر راه و بزرگ و آزاد راه و اینها روستایی و اصلی و شهری ده هزار کیلومتر به راه ها افسوده شده کار بسیار ارزشمندی در این بخش انجام شده و آماری که امروز سازمان برنامه و بودجه به من داد در فعالیت های عمرانی باز هم آمار آمار بسیار امیدوار کننده است امسال علا کرونا علا مشکلات اقتصادی و تحریم و جنگ اقتصادی نیمه آذر رو حساب کنیم به نیمه آذر پارسال که پارسال در این مدت 35 هزار میلیارد تومان ما پرداخت کرده بودیم برای ترهای عمرانی کشور و امسال پنجا و هزار و میلیارد یعنی 62 درصد بیش از پارسال ما پرداخت کردیم در بودجه های عمرانی نفت وقتی ما میگیم تولید وقتی ما میگیم جهش تولید یکی از علامتهاش در همین بخش عمرانی است که به حمد الله میبینیم که حرکت خوبی در کشور انجام گرفت. من یک نکته ای رو اینجا لازم میدونم برای مردم توضیح بدم چون این روزها برخی از رسانه ها داخلی هم متاسفانه میبینیم تا تاثیر رسانه های ماهواره ای ضد ایران میگن که در بحث برجام شرایط شرایط سال 94 نیست ایران میگه باید همه به تعهداتشون برگردن بعد اومد یه تفسیرهای عجیب غریبی میکنن مثلا در این مدت فشار آمده ایران نمیدونم چقدر تحت فشار بوده من میخوام در چند دقیقه توضیح بدم تا بفهمند که البته در این حرف که شرایط امروز ما یعنی در سال 2020 یا اوایل 2021 با سال 2015 متفاوته من قبول دارم متفاوته منتها تفاوت نه در اون مسیری که اونها تفسیر میکنند در مسیری که الان گوش کنند اون روز که ما راجع به برجام مذاکره می کردیم یک شمشیر بالا سر ما بود به نام شش تا قطنامه این شمشیر نیست امروز شکسته شده و رفته به کارش اون روز که ما مذاکره می کردیم یک شمشیر دومی بالا سر ما بود به نام پی ام دی اون شمشیر شکسته شد و از بین رفت و تمام شد اون روز که ما مذاکره می کردیم در افکار عمومی دنیا حالا به غلط شایع کرده بودن که ایران اگر تعهدی بکنه به تعهدش که عمل نمی کنه گوش نمی کنه ما در برجام ثابت کردیم متعهدترین کشور دنیا هستیم از همه بهتر سخت مذاکره می کنیم با وسواس مذاکره می کنیم اما اگر تصمیم گرفتیم امضا کردیم به امضای خودمون به عهد خودمون وفادار خواهیم ماند در مذاکره پنج به اضافه یک ما هفت تا کشور بودیم شما ایران رو مقایسه کنید با اون شش تا کشور دیگر حالا آمریکا که هیچی حتی اون بقیه چهار به اضافه یک هم نتونستند یا نخواستن هرچه به تعهدات خودشون درست عمل کن اونی که درست عمل کرد ایران بود پس اون حرفی که در دنیای 2015 شاید شایع بود که ایران آیا عمل میکنه یا نمیکنه ایران اگر عهدی کرد به عهدش وفادار هست اون روز که در 2015 ما حرف میزدیم پنج به اضافه یک روبروی ما بود و امروز آمریکا تنهاست تمام کشورهای جهان به استثنای یکی دوتا از این کشورهای مزدور و کوچولویی که با آمریکا وابستند همه با خروج آمریکا از برجام مخالفن همه محکوم میکنن همه توصیه میکنن با آمریکا که باید به برجام برگردی بله شرایط ما با اون روز زمین تا آسمان فرق داره کاملا متفاوته شرایط داخلی ما فرق میکنه اون روز که ما دنبال مذاکره با جهان بودیم بنزین وارد میکردیم میلیون ها دلار به واسه پول بدیم بنزین وارد کنیم اونا هم نذارن تازه مانع بشن امروز بنزین صادر میکنیم اون روز که ما مذاکره می کردیم گازوئیل وارد می کردیم امروز داریم صادر می کنیم اون روز که ما مذاکره می کردیم در زمستان ناچار بودیم گاز رو وارد کنیم امروز در زمستان هم گاز رو صادر می کنیم اون روز که ما مذاکره می کردیم در بسیاری از محصولات از جمله گندم محتاج بودیم که از خارج خریداری بکنیم امروز رو پای خودمون ایستادیم در بسیاری از محصولات در خودکفایی یا در مرز خودکفایی قرار گرفتیم شرایط امروز ما با اون روز بسیار متفاوته بسیار فرق کرده شما میبینید نه ریل ما با اون روز قابل مقایسه نه فرودگاه های ما نه بنادر ما در همه جا ما پیشرفت کردیم قدرت امروز ما با قدرت اون روز قابل مقایسه نیست امروز قدرت نظامی ما، قدرت پدافندی ما با سال 2015 قابل قیاس نیست. ما مدرن‌ترین سیستم پدافند هوایی امروز در اختیار داریم. بهترین نافچه ها رو در اختیار داریم. بهترین سیستم موشکی رو در اختیار داریم. ما بله متفاوت با 2015 تفاوت کرده بله. قدرت ما چند برابر شده در همه جا در همه چیز و شما راست میگید فرق کرده قدرت ما در هسته ای هم قدرت ما فرق کرده اون روز یکی دونو سانتریفیوژ داشتیم آیار وان داشتیم حالا آیار تو هم یه مقداری آیار فور هم اولیه یه کارش بود امروز بله فرق کردیم ما امروز آیار هشت داریم آیار 6 داریم ما شرایط ما فرق کرده امروز توانمندتر از همیشه هستیم قدرتمندتر از همیشه هستیم امروز با اون روز فرق کرده اون روز آمریکا در سازمان ملل حرف میزد اتفاق آرا پشت سرش بود با اتفاق آرا تصویب میکرد علیه ایران تو این سه سال همه جا منظوی بود آمریکا هر کجا رفت خودش تنها بود با یک کشور کوچولو یا خودش تنهای تنها دیگه ناچار شد با یک جزیره متحد شه کشور رو پیدا نکرد یه جزیره کوچولو رو پیدا کرد که در کنارش باشه بله شرایط ما فرق کرده قدرت ما فرق کرده ما در این سه سال نشون دادیم که هیچ فشاری مردم ما رو نمیتونه بشکنه هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از مسیر ما جدا بکنه در این حالی که امروز ما قدرتمندتریم در این حالی که امروز دنیا فهمیده ایران رو پای خودش ایستاده و هیچ فشاری نمیتونه ملت ما رو بشکنه در این حال اگر پنج به اضافه یک برگشت به کل تعهداتش ما در همون ساعت برمیگردیم به کل تعهداتمون و به مردم ایران اعلام میکنیم که اگر امروز فشاری هست از جانب استکباری هست که در این دوره که حالا یه چند هفته دیگر هم متاسفانه هنوز باقی مونده به هیچی این حکومت پایبند نبود یاغی ترین رئیس جمهور قانون شکن ترین آدم در آمریکا شد رئیس جمهور که الحمدلله روزهای پایانیشه بعضی ها میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده نه ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم از یه آدمی که این همه جنایت کرد آدم کش بود تروریست بود حتی به واکسن ما هم رحم نمیکنه ما واکسن میخوایم بخریم برای ما مانع درست میکنه این قدین آدم آری هست از همه اصول اخلاقی و انسانی بله بسیار خوشحالیم که این جبار این آدمی که به هیچی متعهد نبود سرنگون شده بسیار خوشحالیم اما در این حال دولت بعدی آمریکا خودش میدونه راه بازه اما شاکرن و اما کفورا اگر مسیر درست خواست آماده است مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است امیدواریم رأیی که مردم آمریکا دادند به آقای بایدن برای حکومت جدید آمریکا روشن باشه که این رأی به قانونگرایی است نه قانون شکنی این رأی مردم آمریکا به تعهد به پیمان هاست، نه پیمان شکنی و ما امیدواریم اون چه مردم آمریکا در این رأی خواستن محقق بشه خواست ما ثبات و امنیت و صلح در سراسر جهان و تعامل سازنده با همه کشورهایی هستند که میخواهند مسیر تعامل رو برگزینند و انتخاب بکنند و سلام علیکم و رحمت الله